سال 2008 میلادی سال رشد 8% صنعت و تجارت افغانستان. وزارت صنعت و تجارت از افزایش صادرات و کاهش واردات در کشور خبر می‌دهد. در همین حال اتاق تجارت و صنعت زنان از حضور 5% زنان در این سکتور حرف می‌زند. و در قسمت تعداد خانم ها که چی تعداد تجارت ها در مجموع تشکیل می‌دهند، این تقریبا بین 3-5% است. در مجموع از تعداد جوازهایی که گرفته شده از ثبت مرکزی، تعداد شرکت هایی که ثبت هستند به شکل رسمی فعالیت میکنند خانما بین 3-5% تشکیل میتن. ظهرالدین شیرزاد معین وزارت صنعت و تجارت میگوید توزیع زمین به صنعتکاران در پارک های صنعتی در کشور ادامه دارد. سرمایه گذاری که اینا پلان کردن حدود 13.5 میلیارد افغانی تخمین شده. بعد از اینکه اینا فعالیت شروع کنند تخمین مایی است که حدود 8000 شغل مستقیم و 35000 شغل غیر مستقیم ایجاد خواهد شد. از سوی هم اتاق تجارت و صنایع از چالش ها فراروی صنعتکاران در کشور سخن میگویند و تاکید دارند حکومت باید در حل این مشکلات هرچه زودتر دست به کار شوند. که یکی امنیت پارک های صنعتی ماست که واقعا امنیت فیزیکی صنعتکارای افغانستان است که شما شاهد بودین در این 2-3 انفجار که در پارک های صنعتی تنها کلیچرخی چی شد، تقریبا در حدود 100 فابریک ما متضرر شدند و هاکذا برق معیاری و برق کمبود برق است. صنعتگرای افغانستان حال بیش از 600 مگاوات برق نیاز داره و مجبور هستیم دولت اینا را تمویل کنه. این در حالی است که وزارت صنعت و تجارت از تأسیس پارک های صنعتی جدید در ولایت های مختلف از جمله هرات، نیمروز، غزنی، تخار، بامیان و بلخ در 15000 جریب زمین خبر می دهد. فرشته اسلام‌زاده، تلویزیون زن.